شهر مدینه صحنه صحرای محشر است. شهر مدینه صحنه صحرای محشر است. باور کنیم عمر جهان رو به آخر است. ملک خدای عز و جل خیمه عزاست. کی صاحب عزاست؟ خداوند اکبر است. در بیت وحی آمده در می زند اجل، این لحظه یتیمی زهرای اطهر است. جاریست عشق دیده شیر خدا علی، انگار آب غسل نبی عشق حیدر است. عطرت غریب گشته و قرآن به زیر پا، دست امین وحی خداوند بر سر است. باور کنید بر جگر شیر حق علی، داغ نبی فقط نک داغ برادر است. رکن علی شکسته و از بس شده قریب، از قصه گشته مثل همایی که بیپر است. یا رب برو تو فاطمه اش را نگاه دار، زهرا برای شیر خدا رکن دیگر است. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه از اربعین تا غروب. امشب هم از این برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. تسلیت عرض میکنم فر رسیدن ایام رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام پیامبر مهربانی ها حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت تک تک شما گرامیان بیننده. امشب هم در این برنامه با شما خواهیم بود. در بخش اول نماهنگ آماده شده که با هم میبینیم. عبای تو همچون حباب چراغ پنج نور مقدس را در دل خود نگاه داشته بود. تو که رفتی بادهای دیو هجوم آوردند. تو که رفتی ما همه چقدر تنها ماندیم. عمرت تاریکی سر آمد.
پیروان مصطفی را بسته این امت پس از تو با علی عهد ولا را با تو خوشید سرمت عمر تاریکی سر عبای تو همچون حباب چراغ پنج نور مقدس را در دل خود نگاه داشته بود. تو که رفتی بادهای دیو هجوم آوردند، تو که رفتی ما همه چقدر تنها ماندیم. به ادامه برنامه خوش آمدید. رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام را مجدداً عرض تسلیت دارم خدمت تک تک شما گرامیان بیننده. پیامبر گرامی اسلام زمانی پیامبر شد، زمانی که آمد و پیام الهی را برای انسان‌ها رساند. پیام الهی دین اسلام بود و گسترشی که توسط پیامبر انجام شد. این وظیفه ستورک بسیار بزرگ بود، طوری که کس دیگری غیر از وجود مقدس نبی مکرم اسلام توانایی حمل چنین باری را نداشت. لذا اهمیت داره که پردازیم که نقش پیامبر در گسترش دین اسلام چگونه بود و چه نقش بزرگی داشت. خانم محدثه رضایی کارشناس محترم برنامه هستن که صحبت کردن در رابطه با این موضوع. این بخش رو ببینیم، برمیگردیم. عبای تو همچون حباب چراغ پنج نور مقدس را در دل خود نگاه داشته بود. تو که رفتی بادهای دیو هجوم آوردند، تو که رفتی ما همه چقدر تنها ماندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان محترم تلویزیون استقلال. با آرزو اینکه ساعات و لحظات و خوب و خوشی رو در کنار خانواده‌های محترم خو سپری کنید. تسلیت عرض می‌کنم فرارسیدن ایام رحلت جانسوز حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله و سلام علیه رو خدمت همه شما عزیزان و همه مسلمانان در سرتاسر جهان. موضوع بحثی که در خدمت دوستان هستیم، محور بحث نقش و تأثیرگذاری پیغمبر و اصحاب و یاران حضرت در گسترش دین مبین اسلام هست. آیه در قرآن مجید داریم که می‌فرماید و ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبی. محمد صلی الله و سلام علیه پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولکن رسول خدا، فرستاده خدا و پیغمبر خداست و خاتم پیامبرانه. ما در بحث نبوت یک قاعده رو مطرح میکنیم، وقتی میخواییم به یک گزینه اختتام ببخشیم، خود ختم کردن به معنای اینه که به مقصد رسیده، به کمال رسیده، ختم شد، یعنی ما هدف و غرض و نتیجه‌ای رو که داشتیم اختتام پیدا کرد. فلذا ما در مورد دین مبین اسلام داریم که در روایات دینی مطرح می‌شود که حلال محمدن حلالون الی یوم القیامه و حرامه حرامون الی یوم القیامه. یعنی آن چیزی که در مکتب اسلام تدوین شده در اصول اسلامی، اگر بحث حلال مهر حلال خورده، به دلیل اینکه بر اساس فطرت و سرشت انسان و جایگاه انسان و خواست انسان و مسیر انسان برای رسیدن به کمال، چیزی که حلال قرار داده شده همانی است که انسان رو به همون کمال میرساند، راه و مسیر رو برای او روشن میکنه، و چیزی که حرام قرار داده شده قطعا مانع اون میشه یا خدای نکرده خللی در این راه و در این هدف و در این مسیر ایجاد میکنه. در مورد پیغمبر گرامی اسلام، اینکه چطور و چگونه و کدام ویژگی های پیغمبر در گسترش دین مبین اسلام تاثیر گذاشته، شاید یکی از برجسته ترین ویژگی هایی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن هم بسیار مورد تاکید قرار داده، خلق، اخلاق و سیره و سلوک حضرت هست. میفرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیغمبر، اگه تو کمی اخلاق تندتری می داشتی، سنگدل می بودی، پرخاشگر می بودی،
به عبارتی سعی میکردی که مثلا فرض کنید با تندی و خشونت با دیگران برخورد میکردی، هر آینه همه اینها از دور تو پراکنده میشدن. و حالا که ما دقیقا برعکس این ماجرا رو از ابتدای اسلام، از زمانی که اعلام میفرمایند حضرت رسالت خودشون رو برای اقوام و خیشانشان، تا زمانی که پس از 13 سال از هجرت، ببخشید 10 سال از هجرت پیغمبر به مدینه، در پایان عمر شریفشون بعد از 23 سالی که در پیغمبر به رسالت خودشون پرداختن، تعداد رهبران و پیروان و مسلمانان جهان بسیار بسیار گسترش پیدا کرده و زیاد شده. پس دقیقاً این آیه قرآن تبیین کننده اینه که یکی از دلایل این پیشرفت، این توسعه و این گسترش، علاوه بر خواست حضرت سبحان، خواست الهی، تعییدات الهی و اینکه اراده الهی بر این قرار گرفته که اسلام دین خاتم باشه، دین کامل باشه، اسلام دینی باشه که تا پایان جهان و تا پایان هستی حلال و حرام اون ثابت باشه، اینه که این ویژگی در آورنده این دین و در آورنده این شریعت، در پیغمبر و پیامبر وجود داره. و اون ویژگی اینه که بسیار مهربانه. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم، ما خلق تو رو عظیم و بزرگ قرار دادیم، آنقدر بزرگ و آنقدر عظیم که وقتی پیغمبر، معروف است در سیره حضرت که حضرت برای تبلیغ دین مبین اسلام حرکت میکنن، میرن به سمت شهر طائف، پیغمبر سمت طائف میرن و در طائف حضور پیدا میکنن. قطعا دوستان ما در فیلم بسیار بسیار تاریخی و ماندگار محمد رسول الله دیدن که وقتی حضرت حرکت میکنن، از بد و برود حضرت قبلا به عبارت یک نوع هماهنگی اتفاق افتاده، بزرگا به بچه‌ها میگن به این آدم سنگ بزنید. حتی برخوردهای خیلی ناشایست و خشن و تندی با پیغمبر در طول سفرشون به طائف اتفاق میفته و حضرت به عبارتی میشود گفت که بدون دریافت هیچ نتیجه و هیچ استقبالی از مردم، از شهر خارج میشن تا میرسن به اون باغبانی که عداس نام دارد. و بعد به بحث ورود، کیفیت سخن گفتن و برخورد پیغمبر با او باغبان و اینکه دانه های انگور رو وقتی میل میکنن میگن بسم الله الرحمن الرحیم، این باغبان رو تحریک میکنه و میپرسه که خب منظور شما چیه؟ و بعد پیغمبر به عبارتی خلاصه ای از این دینی رو که برای قصد تبلیغ او به طائف رفتن برای این عداس بیان میکنن. و جالب اینجاست که اون انسان و اون انسان پاک و با ضمیر آگاه خودش به پیامبر ایمان میاره و شهادتین رو بر زبان جاری میکنه. حالا این خلق عظیم پیغمبر، این یکی از به عبارتی تایید کننده های این آیه قرآن و تثبیت کننده های این آیه قرآن در سلوک پیغمبر هست که حضرت در کلامشون میفرمایند از بابرکت ترین سفرهای من سفر طائف بود، با وجودی که قبل از ایمان آوردن عداس به یک نفر به پیغمبر، تمام طول سفر قبل این ماجرا همش اذیت و آزار و برخورد خشن با پیغمبر بوده. یعنی این بزرگی خلق و عظمت شخصیت پیغمبر رو نشون میده که پیامبر ایمان آوردن یک نفر رو انقدر با برکت فرض میکنن که میگن با برکت ترین سفر من سفر طائف بود که یک نفر به من ایمان آورد. نکته دومی که هست در ویژگی های اخلاقی وجود نازنین پیامبر، خداوند تبارک و تعالی باز در قرآن در هنگام توصیف پیغمبر میفرماید رحمت للعالمین. ما بسیاری موارد در تفسیر و در توضیحات اخلاقی داریم که پروردگار متعال نفرمود رحمت للمسلمین یا رحمت لأهل المدینه، رحمت لأهل الحجاز، رحمت لأهل مکه، مثلا فرمود رحمت للعالمین. یعنی پیغمبر رحمت او، رأفت او، لطف او، مهربانی او نه تنها شامل مسلمانان، نه تنها شامل مردم اهالی مکه و مدینه یا شبه جزیره عربستان، بلکه شامل همه عالمیان. عالمیان اهم از اینه که اونها حتی انسان‌ها باشن یا غیر انسان‌ها، همونطور که پیغمبر، ما در سیره و سلوک ایشان داشتیم، حتی بر حیوانی که بر او سوار می‌شدن هم رفعت و رحمت داشتن. بارها به اصحاب خود تاکید می‌کردن حواستون باشه که شما حتی مثلا به فرض کنید به حیوانات هم به اونها اذیت آزاری نداشته باشید، مثلا بر استر خود خوب و قاطر خود خوب بار زیاد حمل نکنید که حیوان اذیت بشه، مواظب غذا و تأمین نیازهای اولیه حیوان باشید. پس ببینید این ویژگی منحصر به فرد چرا اینقدر تاثیر گذاشته؟ به خاطری که تمایل به محبت، دریافت محبت، توجه شدن، علاقمند شدن یک نیاز بشری است. همه ما آدم ها، همه انسان ها در هر کجای زمین که باشن، این نیاز در وجود و سرشت اون بچه از بحثی که متولد میشه نیاز به توجه داره، نیاز به محبت داره. این محبت غنی و سرشاری که در وجود نازنین پیامبر هست باعث جذب همه آدم ها، حتی کسانی که تا لحظه های آخر، تا آنجا که توانستن با پیغمبر مخالفت کردن، یعنی از در عناد و دشمنی، ولی به خاطر همین جذبه، جذبه محبت پیغمبر، جذبه لطف و عنایت و اخلاق بسیار بسیار نیکویی که پیغمبر داشتن، جذب شدن
حالا یا نیت قلبی اینو تغییر کرد یا نکرد ما بحث کار نداریم، ولی همین که پذیرفتن دین اسلام رو قبول کردن و به اصطلاح در قاطبه و در گروه مسلمانان قرار گرفتن. نکته اول. نکته دوم این که خب همین حسن بودن پیغمبر، اخلاق نیک پیغمبر در مورد اطرافیان پیغمبر، به خصوص در مورد کسانی که ما در تاریخ اسلام از اونها به عنوان اصحاب پیغمبر نام میبریم، کسانی که هم نشین بودن، مصاحبت با پیغمبر داشتن و این لطف خوش رو و این اخلاق حسنه رو بارها و بارها و بارها تجربه کردن، طبیعتاً این کمال هم نشین در اونها تأثیر گذاشته و چه بسا وجود همین اصحاب پیغمبر در برههای زمانی پس از رحلت پیغمبر بسیار بسیار تأثیرگذار بود، چه بسا که مردم پس از وجود نازنین پیغمبر متکی می‌شدن برای گرفتن مفاهیم، برای حتی تبعیت کردن، چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل عبادی و چه حتی در مسائل قانونی و فقهی متکی بودن، به مراجعه می‌کردن و به عبارتی تفسیر آیات قرآن رو، تشریع مسائل اسلامی رو به اصحاب پیغمبر مراجعه می‌کردن. چرا؟ به خاطر اینکه همنشینی اونها با پیغمبر تاثیر مثبتی که داره اینه که این آدم‌ها به خاطر مصاحبت با پیغمبر قطعا اون کمالات و سجایای اخلاقی پیغمبر رو دریافت کردن و اینها رو فرا گرفتن و در وجود خود خب اجرا کردن. افرادی مثل عمار رو، افرادی حتی مثل یاسر و سمیه در همون ابتدای به عبارتی بعثت پیغمبر رو و همه اصحاب و بزرگانی که در کنار پیغمبر از وجود ایشون بهره‌مند شدن، شخصیت بی‌نظیری مثل علی ابن ابی طالب رو که در دامان پیغمبر رشد کرده، در دامان پیغمبر بزرگ شده و تربیت شده و وصی و خلیفه و جانشین پیغمبر پس از ایشان هست داریم و اینها قطعا تاثیرگذار بودن. ما در سیره حتی اصحاب و یاران پیغمبر افراد بسیار بسیار برجسته ای رو داریم که هر کدوم اینها در یک برهه‌ای از تاریخ تاثیرگذار بودن و روشن کننده راه بودن و این به دلیل همون تلالو وجود و تجلی کمالی است که در وجود نازنین خود پیغمبر بوده. امیدوار هستیم که خداوند به همه ما افرادی که این افتخار رو داریم که پیرو دین خاتم هستیم و به اصطلاح عامیانه تر امت محمد مصطفی صلی الله و سلم علیه هستیم، این توفیق رو بده که ما هم خودخور شبیه کنیم، ما که منتسب هستیم به پیغمبر خاتم به عنوان مسلمان خودخور قلم داد میکنیم، تلاش ما این باشه که انشالله اسم ما و عنوان ما با مسما باشه، یعنی در رفتار، در کردار، در برخورد، در سیره و سلوک خو متمسک بشیم و توسل بجوییم و تمسک بجوییم به وجود نازنین خود پیغمبر و سعی بکنیم این اخلاق حسنه رو تا آنجا که در توان ما هست، تا آنجا که در حد انسانی و اخلاقی هر کدوم از ما میگنجه، انشالله از این سیره و از این خصلت های مثبت در وجود خود خواهی اجرا و عملی بکنیم انشالله، تا روزی که ما این وضعیتی رو که فعلا در جهان در مورد اسلام هست، این خشونت ها و این بدگمانی ها، خشونت های آشکاری که به اسم اسلام اتفاق میفته، این به اصطلاح چهره ای رو که متاسفانه به خاطر بد عمل کردن مسلمان ها غبارآلود شده و بر به عبارتی چهره اسلام تقریبا دچار خدشه شده، با رفتار خود خوب و با عمل درست و صحیح و منتسب به پیامبر انشاءالله اصلاح بکنیم به امید گسترش و توسعه هرچه بیشتر اسلام در همه جهان. عبای تو همچون حباب چراغ، پنج نور مقدس را در دل خود نگاه داشته بود. تو که رفتی بادهای دیو هجوم آوردند، تو که رفتی ما همه چقدر تنها ماندیم. پیامبر گرامی اسلام صاحب بزرگترین معجزه است، معجزه‌ای که از طرف خداوند متعال بر او عطا شد، کتاب قرآن کریم، کتابی که از صفر تا صد یا از ابتدا اگر بگیم تا انتهای انسانیت، تکامل، فهم، علم و همه چیز را در خود جای داده. این معجزه عظیم نیاز به بحث و واکاوی بیشتری داره، اما برای اینکه بیشتر آشنا بشیم در رابطه با این موضوع، میپردازیم به نزول قرآن مجید بر پیامبر و ماندگاری این پیام که چقدر ماندگار شده، تا حال هست و تا ابد هم خواهد بود، چون وعده الهی چنین است. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زکی صحبت کردن پیرامون این موضوع که از شما دعوت میکنم پایین صحبت بشینید. عبای تو همچون حباب چراغ، پنج نور مقدس را در دل خود نگاه داشته بود. تو که رفتی بادهای دیو هجوم آوردند،
تو که رفتی ما همه چقدر تنها ماندیم. گرفتار رسول الله گشت جانم امشب باز، به نام رحمت للعالمین خوانم امشب باز. تمام عالم امکان چو جسم و مصطفی جان است، آخ تمام عالم امکان چو جسم مصطفی جان است. مقام او برای آیه های پاک قرآن است، یکی از معجزات مهربانی هاش سلمان است. و جانش را علی ابن ابی طالب نگهبان است. محمد آن که هستی را به زیر بال و پر دارد، محمد آن که دستش معجزه شب و قمر دارد، آخ محمد آن که از اسرار ربانی خبر دارد. رسوی عالی اعلا کنون عزم سفر دارد، دل آرام او از ماجراهای حراسان است، نگاه آسمان دارش اسیر باد و باران، لبش گرم علی جان و حسین جان و حسن جان است، لبش گرم علی جان و حسین جان و حسن جان است. برای روزهای آتی زهرا پریشان است، برای روزهای آتی زهرا عبای تو همچون حباب چراغ پنج نور مقدس را در دل خود نگاه داشته بود. تو که رفتی بادهای دیو هجوم آوردند. تو که رفتی ما همه چقدر تنها ماندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. به 28 صفر سال روز رحلت پیامبر بزرگوار اسلام نزدیک میشیم. پیامبر بزرگوار اسلام که درود خدا و صلوات خدا بر او و آل و اصحابش باد، آخرین پیامبر و آخرین سفیر از سفیران الهی بود که آمد با آمدن خودش دین را برای بشر تکمیل کرد. هر پیامبری که آمد بخش‌های از دین را برای مردم بازگو کرد و مردم را هدایت کرد، به سمت وحدانیت خداوند سوق داد. اما پیامبر بزرگوار اسلام وقتی آمد با کتاب عظیم و بزرگ و همه شمول، دین اسلام را تکمیل کرد. در خود قرآن هم آمدن پیامبر بسیار واضح و روشن است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر آمدنش رحمت برای بشر بود، برای بشر رحمت شد. در جریان هستیم که پیش از آمدن رسول مکرم اسلام، مخصوصا در سرزمین حجاز و اعراب، جنگ های بسیار خونین و بسیار طولانی در جریان بود. یعنی
وقتی تاریخ اعراب را پیش از پیامبر اسلام میخوانیم، جنگ های 50 ساله، جنگ های 100 ساله، حتی جنگ های 150 ساله هم در بین اعراب بوده. 150 سال جنگ یعنی 1.5 قرن جنگ. معلوم بود که مردم غیر از قتل و خونریزی و ترس و وحشت چیزی دیگه ای را در زندگیشان تجربه نمی کردن. فقط ترس و وحشت و ظلم و تعدی و خونریزی به اون مردم حکومت می کردن. پیامبر بزرگوار اسلام وقتی تشریف آورد، در واقع رحمت خود را سر این مردم گستران، مردم را به برادری، اخوت، گذشت و زندگی مسالمت‌آمیز تشویق کرد. قسمی که خود خداوند در قرآن به او فرمود که شما را رحمت بر بشر میفرستم، رحمتاً للعالمین. و این رحمت بسیار وسیع بود، بسیار گسترده بود بر بشر. مخصوصاً قرآن کریمی که در دست رسول خدا بود، آیات او بر دنیای انسان‌ها، بر آخرت انسان‌ها، بر زندگی بینشان، بر عدالت، بر انصاف، بر تعامل بینشان بسیار رحمت بزرگی بود که شامل حال مردم شد. و در رأس همه بزرگی و عظمت خود وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام که مجسمه از عدالت و انصاف و کرامت و اخلاق بود. یعنی سیری پیامبر رو وقتی مطالعه می کنیم، خودش آینه تمام نمای رحمت بود که افعال او، اقوال او، برخورد معاشرت و تعامل او با مردم سراسر رحمت بود. یک چنین انسان بزرگ را خداوند برای هدایت بشر، برای هدایت انسانها فرستاد و اونم ختم پیامبران. چون چیزی نیاز بشر باشد در قرآن کریم که پیامبر اسلام را آورد هست، چیزی نیست که به اوی کتاب، این کتاب مقدس نباشه. لذاست که دیگه ضرورتی به آمدن پیامبر و کتاب و قانون نیست، چون قرآن کریم اونچه که باب میل بشر است و اونچه که سبب گشودن مشکلات بشر است، چی امروز، چی امروز و چی فرداها، در قرآن کریم وجود داره. حالا پیامبر خودش اولا رحمت بود، اونطوری که عرض کردیم، انسان عادل، عابد، رحیم، بردبار، بسیار یک انسان نیک. حتی پیش از اینکه به پیامبری برسد انسانی بود که به عنوان امین در بین مردم خودش معروف بود. حالا قرآن کریم که کتاب پیامبر بود، هم کتاب هدایت برای بشر و هم یکی از معجزات بزرگ پیامبر بزرگوار اسلام به شمار رفته است. پیامبر معجزه های متعددی داشتن، مثل شق القمر که در سوره قمر قرآن خودش بیان کرده است، بسم الله الرحمن الرحیم، اقتربت الساعه و انشق القمر. یعنی وقتی مردم مکه از پیامبر درخواست معجزه کردن که تو اگر از طرف خدا آمدی معجزه نشان بده، پیامبر گفتن چی معجزه؟ در یک شبی که به قول تاریخ ماهی بدری بود، ماهی کاملی به آسمان ظاهر بود، اونا گفتن از امی استفاده میکنیم، اگر تو ماه را به دو نیم تقسیم کردی ما به تو ایمان میاریم و خداوند تو را قبول داریم. که با اشاره دست مبارک پیامبر ماه دو تقسیم شد، که باز به اشاره دست مبارکش ماه به حالت اول برگشت که به قرآن کریم آمده است. باز هم مشرکین لجوج ایمان نیاوردن. یعنی منظوری که یکی از معجزات پیامبر همین بود، یکی هم معراج پیامبر بزرگوار اسلام، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، که پیامبر شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصى رفت و بعد به معراج تشریف برد. اینام اعجاز پیامبر. اما با اون همه قرآن بزرگترین معجزه پیامبر توصیف شده است. چرا قرآن بزرگترین معجزه پیامبر است؟ ببینید
هر پیامبری برای اثبات نبوتش ضرورت به معجزه داشت و توسط معجزه پیامبری خود را، نبوت خود را به اثبات میرسان. هر پیامبری، مثلا حضرت موسی عصای داشت که معجزه‌اش بود، یدی بیضا داشت، دستی نورانی. حضرت عیسی هم همین رقم دستی مبارکش وقتی مس میکرد به مرده، به مریضی شفا پیدا میکرد، زنده میشد به اذن خداوند. پیامبر بزرگوار اسلام معجزه‌اش قرآن بود. حال تفاوت بین معجزه پیامبر با دیگر معجزه در چیه؟ همونطور که مستحضر هستین، عصای موسی در همون زمان معجزه بود، اونم به دست مبارک حضرت موسی، و اونم در همون لحظه که موسی او را میانداخت و تبدیل به اژدها میشد. اما قرآن یه رقم نیست. قرآن هم در زمان پیامبر معجزه بود، هم فعلا معجزه است، هم برای میلیون ها سال بعد معجزه است. یعنی قرآن در واقع مرز زمان و مکان را در هم شکسته. به دست ضرور نیست که قرآن به دست پیامبر باشد معجزه باشد، مثل عصای موسی، هیچ ضرور نیست. قرآن را به هر جایی که ببری خودش خود معرفی میکنه و خودش مردم را به تحدی و مبارزه دعوت میکنه. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر من از طرف خدا نیوم و از پیشگاه خدا نیامدم، شما بشر، شما انسان ها بیایید مثل قرآن، مثل من یک سوره بیارین. یعنی خود به خود مردم را به تحدی و چالش میکشاند و اثبات میکند که من معجزه‌ام. و بشر امروز فرداها هم هیچ وقتی نه تنها که قرآن آورده نمیتونند، که حتی یک آیه شبیه قرآن هم آورده نخواهد توانست. چرا؟ چون کلمات است که خداوند چیده است، انتخاب کرده است، برای بشر فرستاده است. زمانم هر معجزه گذشت زمان او را کهنه میکند. یعنی معجزات پیامبر وقتی هر زمانی که ازش میگذشتن کهنه تر میشدن، فراموش تر میشدن. اما قرآن معجزه است که هرچی زمان از او تیر شوه، تازه بخش های مهمی از قرآن برای مردم آشکارتر میشه. یعنی هرچی علم پیشرفت میکنه، هرچی مردم بصیرتش بیشتر میشه، عمق قرآن، ژرف های قرآن و ناگفتنی های قرآن برای اونا به اثبات میرسه. بس به همین خاطر قرآن نه روی مرز زمان است که مثلا امروز معجزه بود امروز نیست، هم امروز معجزه بود هم امروز معجزه است، و نه روی زمانی نه روی مکان قرار داره. در مکه معجزه بود، در مدینه معجزه بود، به اینجا معجزه است. به هر جا که قرآن را بفرستی خودش معجزه است. ضرورت به این است که پیامبر او را معرفی بکنه؟ نه. به هر جا که او را ببری، مثلا یه قرآن شما بفرستین به آمریکا، خودش میگه و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة. به مسکو بفرستین، به لندن، به پاریس. یعنی یک معجزه است که فراتر از زمان و مکان، و هیچ ضرورتی ندارد که خود رسول مکرم اسلام زنده باشد قرآن را معرفی بکنه تا قرآن معجزه باشد. خودش معرفی میکنه و خودش دشمنان خود را به چالش دعوت میکنه، به مبارزه و تحدی دعوت میکنه، که اگر شما میگید من از طرف خدا نیم، پس شما هم مثل من یک آیه بیارید. در آیه دیگر پازیم فراتر میگذاره، ولو اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر انس و جن، ولو اجتمعت الانس والجن، اگر تمام انسان ها یا نخبگان انسان و نخبگان اجنه دست به دست هم بده، پشت به پشت هم دیگر بچسبانه که مثل قرآن بیاره، که هیچ وقتی نخواهد توانست که بیاره. یعنی معجزه‌ای که خودش گویا هست، زبان داره، خود معرفی میکنه، خودش به مبارزه طلب میکنه اونایی که قبولش نداره، و یک معجزه است که زمان و مکان هم در هم شکسته، و این بزرگترین معجزه پیامبر است. و از طرف دیگر کتاب است برای زندگی بشر. در قرآن از همه چیز،
همونطوری که خودش میگه ولا رتبن ولا یابسین الا فی کتاب مبین، برای زندگی انسان ها هر شیوهی که همراه با انصاف و عدالت باشد در قرآن ترسیم شده است. زندگی جمعی، زندگی شخصی، قانون، معیشت، قرآن کتاب زندگی هم است. تشویق برای جمع کردن ثروت حلال، انصاف بین مردم، سیاست، مدیریت، یعنی یک کتاب است جامع برای بشر. ولذا است که ثمرات آمدن پیامبر بزرگوار اسلام که رحمت بود برای بشر، خلاصه در قرآن همچنان هست. یعنی با رفتن وجود مقدس پیامبر هنوزم نه تنها که تا حالا بلکه تا قاف قیامت همون قانون، همون دستور و همون برنامه های عدالت و انصاف و رحمت جاری است. من آخرین آیه رو عرض کنم در قرآن، آیه است که ظاهرا در جنگ خیبر به پیامبر نازل شده است. میخواییم این رو عرض کنم که قرآن آسانگیره، قرآن رحمت است دیگه، عدل است، قرآن است که از طرف خدا آمده است، نسبت به بشر بسیار آسانگیر است. بعد از آنی که یهودیان تارمار شدن به دست مسلمانان، یکی از ثروتمندای یهود به خاطر حفظ ثروتش آمدن که پیش یکی از فرماندهان پیامبر که من مسلمان شدم. خب فرمانده میفهمید که این فقط برای حفظ ثروتش این گپ میزنه، قلبا مسلمان نیه. فرمانده هم به گپش اعتنا نکرد، او را کشت. آیه نازل شد، این آیه نازل شد که ولا تقولوا القى الیکم السلام لست مؤمنا، یعنی اگر کسی می آید اقرار می کند که ما مسلمانم، تو حق نداری بگه مسلمان نیه. این همین که گفته ما مسلمانم، مسلمانه دیگه. قلب کسی را تو حق نداره که جستجو بکنی که قلبا مسلمانه، باور داره، نداره. همین که به زبان میگه من مسلمانم، مسلمانه دیگه. یا آیه ای داره که خطاب در واقع پیامبر به مردم میگه که همونطور که امروز میبینیم فتواها زیاد است، هر کس بره زدن حریف خود فتوا میدن، او را بکش جهاده، ای را بکش جهاده، موضوع مذهب، موضوع زبان، موضوع چی، یعنی هر کس از دین ابزار میسازن که به هدف خود برسه، یا جیب خود پر کنه، یا به چوکی برسه، یا به منصب برسه. خداوند حتی به راجب پیامبر آیه ای داره که میگه ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، اگر خداوند، اگر پیامبر چیز را به زبان می آوردی که در شأن خدا نبودی، هر آینه خلاصه این پیامبر رو ما از او پس می گرفتیم. ثم لقطعنا منه الیتیم وتین، یعنی ما بدنبال ای که پیامبر رو پس می گرفتیم، در واقع پیامبر حیاتش هم می گرفتیم. یعنی کلمات پیامبر در واقع کلشان منشأ خدایی داره، و هر کسی هم که از قرآن و از زبان پیامبر چیزی را بگوید که در شریعت نباشه، ملامت است، محکوم است. وقتی خداوند از پیامبر این گونه بازخواست طلب کنه، به مردم بگوید که اگر از در بیان سخنانش ذره چیزی باشد که در شأن من باشد یا جزء وظیفه او نباشد، رسالت را پس میگیریم، حیاتش را پس میگیریم، ما به چه جرأتی میتوانیم هر قسمی که دل ما شد فتوا بدیم، به نام جهاد، به نام ای، به نام او مردم را بکشیم و قتل کنیم، که ای در قرآن کریم و سنت پیامبر وجود نداره. پس جمع ای مطلب این میشه که با آمدن پیامبر و قرآن کریم رحمت بزرگ شامل حال بشر شد، جنگ ها تبدیل به صلح شد، دشمنان دیروز برادران امروز شدن، و خلاصه عدل و انصاف و برادری در بین مردم حکم فرما شد. شما دیدین که وقتی مردم از مکه به مدینه مهاجر شدن، مردم مدینه خانه های خود به مهاجرین دادن، خودشان در خیابان ها زندگی میکردن. قبلا دشمن بودن با هم، همدیگر را میکشتن، ولی با آمدن پیامبر یک نوع برادری و اخوت برگزار و برپا شد و زندگی به کام مردم شیرین شدن. پس اگر ما هم طبق سنت پیامبر و آیات قرآن عمل بکنیم، در بین مسلمانان جنگ وجود نداره. ما
مخاصمه وجود نداره، دشمنی وجود نداره، چون خودش در قرآن ما هست که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا. انشاءالله که در پرتو نور پیامبر بزرگوار اسلام و آیات مبارکه قرآن کریم تمام دنیا، تمام کره زمین، مخصوصا مسلمانان عالم در صلح و صفا و آرامش زندگی بکنه. و انشاءالله که یک قدم هم از قرآن و پیامبر فاصله نگیریم، مجددا رحلت پیامبر بزرگوار اسلام را به همه انسان ها، کافه مسلمین و شما بیننده های عزیز تسلیت عرض میکنم، با امید این که از پیروان حقیقی و صدیق پیامبر و اهل بیت و اصحابش باشیم انشاءالله. عبای تو همچون حباب چراغ پنج نور مقدس را در دل خود نگاه داشته بود. تو که رفتی بادهای دیو هجوم آوردند، تو که رفتی ما همه چقدر تنها ماندیم. این بود برنامه از اربعین تا غروب امشب. مجددا عرض تسلیت دارم فررسیدن ایام رحلت نبی مکرم اسلام را برای تک تک شما گرامیان. این ایام حزن و اندوه را فرصتی بشمارید و بیشتر مطالعه بکنیم پیرامون زندگی، شخصیت و ابعاد فردی اجتماعی پیامبر گرامی اسلام. تا برنامه دیگر، بدرود.